بر شما بیننده و شنونده مهمترین اخبار کردستان ایران هستید. با من آیدا خاتونی از استودیوی آژانس خبری مکریان در مهاباد. سرخط خبرها: آزادی دانا لنجابادی فعال حقوق بشر با تودیع قرار وثیقه، تمدید قرار بازداشت شریفه محمدی فعال کارگری، زخمی شدن یک کولبر در نوسود و ضرب و شتم یک کولبر توسط حرس الحدود عراق. روز سه‌شنبه 22 اسفند ماه دانا لنجابادی فعال حقوق بشر اهل شهرستان مریوان با تودیع قرار وثیقه به صورت موقت تا پایان مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شد. به گفته یک منبع مطلع به مکریان، این فعال مدنی طی مدت بازداشت از دسترسی به وکیل و ملاقات با خانواده محروم بوده است. روز سه‌شنبه 1 اسفند ماه سال 1402 این زندانی سیاسی سابق از سوی نیروهای حکومتی بازداشت و به بازداشتگاه منتقل شد. شریفه محمدی فعال کارگری محبوس در زندان لاکان رشت پس از 3 ماه و 4 روز از بازداشت توانست با همسرش و فرزندش ملاقات حضوری داشته باشد. سیروس فتی همسر وی با اعلام این خبر گفت شریفه از ناحیه انگشت پا دچار عفونت شدید شده است و نیاز به جراحی فوری دارد. عدم وجود امکانات پزشکی در بند زنان زندان لاکان رشت موجب تشدید عفونت پای این فعال کارگری شده است. بعد از گذشت 94 روز قرار بازداشت شریف محمدی مجدداً تمدید شده است و بازپرس شعبه 4 دادگاه انقلاب رشت همچنان با تودیع قرار وثیقه وی مخالفت کرده است. وی در تاریخ 14 آذر ماه در منزل خود در شهر رشت بازداشت شد. یک کولبر در نوسود به شدت زخمی شد. شامگاه روز جمعه 18 اسفند ماه سال 1402 یک کولبر به نام بهمن بدری اهل روستای مزران از توابع جوانرود بر اثر سقوط از ماشین به شدت زخمی شد. این کولبر جهت مداوای پزشکی به بیمارستان قدس پاوه منتقل و در بخش ICU بستری است. وضعیت عمومی این کولبر وخیم اعلام شده است. بهمن بدری متأهل و دارای فرزند است. نیروهای حرس الحدود عراق اقدام به دستگیری، ضرب و شتم و آزار و اذیت یک کولبر اهل شهرستان سردرش کردند. به گزارش مکریان شامگاه دوشنبه 21 اسفند ماه سال 1402 نیروهای حرس الحدود عراق در نوار مرزی هنگ جالبانه یک کولبر را بازداشت و او را مورد ضرب و جرح قرار دادند. هویت این کولبر زانیار اسماعیل پور 30 ساله و اهل شهرستان سردرش می باشد. بر اساس این گزارش نامبرده از ناحیه دست راست دچار جراحت شده است. از همراهیتان سپاسگزاریم.